گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم و در خدمتتون خواهم بود. مژده دارم برای دوستداران آقای دکتر عباس میلانی که مدتی بود که به علت گرفتاری‌هایی که داشتن از حضورشون در برنامه محروم بودم و خیلی خوشحالم که بار دیگر در خدمتشون هستم امروز و با مسائلی که هر ساعت و هر ثانیه اتفاق میفته در جای دنیا و در نقاط مختلف که معلوم نیست این روش و این بازی رو که شروع کردن عده‌ای آدمخوار، عده‌ای خونخوار تا کجا میخواد پیش بره و نهایت این امر به کجا خواهد انجامید، موضوعی که بحث امروز تمام رسانه‌های دنیا هست. در مورد آقای دکتر میلانی بار دیگر باید خدمتتون عرض بکنم که دیروز یا پیروز بود که داشتم یکی از مصاحبه های آقای دکتر میلانی رو میدیدم. کسانی که از نزدیک با دکتر میلانی آشنا هستن میدونن که تسلط ایشون به زبان های انگلیسی و فارسی تا اونجایی که من میدونم، نمیدونم حالا زبان دیگری رو هم تسلط دارن و یا علاقمند بودن یا نه، ولی واقعا در بحثی که بود و ایشون و آقای داریوش آشوری که معرف حضور بسیاری از شما هستند، واقعا نشان دهنده علاقه ایشون مخصوصا به ادبیات فارسی بود و من بسیار آموختم. سلام میکنم خدمتشون و تشکر میکنم از اینکه بار دیگر با شلوغی کارهایی که در دست انجام دارن این فرصت رو دادم به من که در خدمتشون باشم. آقای دکتر سلام. قربان، سلام به شما و به همه بینندگان و شنوندگان عزیزتون در همه جای گیتی. آقای دکتر، غیر از انگلیسی زبان دیگر، فارسی که جای خود دارد، زبان دیگر غیر از انگلیسی رو هیچ وقت دنبالش بودید؟ هیچ وقت به اصطلاح مطالعه داشتید یا نه؟ بله، من فرانسه میخونم و میفهمم و حرفم میزنم، چون در واقع دوران دبستان در ایران من یه مدرسه میرفتم که اندیشه؟ نه خیر، مدرسه مادام ماریکا، اسمش مادام ماریکا بود. بله. در اون زمان از مدارس معدود مخلوط بود، دختر و پسر با هم مدرسه میرفتن، یک خانم فرانسوی همراه با یک گروه فرانسوی و گاه راهبه های فرانسوی و گاه پدرهای روحانی از سن لوئیس. ما امتحاناتمون رو در سن لوئیس معروف میدادیم، ولی درسامون رو همه به فرانسه بود و دیپلممون هم از اون انستیتوی ایران فرانسه میگرفتیم که در واقع نماینده رسمی وزارت فرهنگ فرانسه بود. به هر حال فرانسه هم به قول ما ایرانی اندکی بدقول میکنم. الان یه دو سه سالی است که با کمک یکی از دانشجویان دانشگاه استنفورد عربی هم دارم میخونم برای اینکه بتونم متون رو با دقت بیشتری بخونم. خب آقای دکتر، اون علاقه و تسلطی که شما دارید و حضور ذهنتون، پس جناب عالی در مدرسه مختلط دختر و پسر بودید که این روزها گناه کبیره است اگر دختر و پسر با هم دیگه یه جا باشن در مملکت ما. بله، در یک زمانی در این مملکت ایران مدرسه دختران و پسران خیلی رایج بود. اتفاقا در دوران رضا شاه داشت تبدیل به یک عرف میشد و یکی از توافقهایی که محمد رضا شاه میکنه با روحانیون بعد از اینکه پدر از ایران خارج میشه، این رضا شاه، این است که سعی کنن مدارس مختلط رو محدود کنن، چون آقای قومی که به نجف رفته بود برای بازگشتش شرط و شروطی گذاشته بود، یکیش هم همین بود و روحانیون
سعی کردن این رو ببرن ولی نتونستن کاملا موفق بشن. یعنی بعضی مدارس موندن، مدارس خصوصی اجازه داشتن که مختلط باشن ولی مدارس عمومی کمتر، و الان هم که به قول شما تبدیل شده به گناه کبیره. آقای دکتر میلانی، این روزها ما شاهد یک جنایت دیگر، جنایتی که دنیا رو تکون داده و حتی بعضی ها اون رو با 9/11 یا اون فاجعه بزرگ حمله به دو برج ساختمان های تجارت بین المللی در نیویورک همسنگ اون میدونن، و این قضیه تا اونجایی که خبرها میاد این است که علارغم این که این افراد میدونستن که جونشون در خطره، بدون واهمه به کار ژورنالیستی خودشون ادامه میدادن، و این دو نفر برادری که هنوز تا این لحظه که روز پنجشنبه است این برنامه رو ما در خدمتتون داریم، جز یکی از این سه نفر، یعنی اون فرد جوانتر 18 ساله که آمده و خودش رو تسلیم کرده، این دو نفر هنوز دستگیر نشدن و معلومم نیست که این جریان به کجا بیانجامه، چون افراد خطرناکی هستند، تا دندان مسلح هستند، و گفته میشه که کاری که کردن از نظر کارهای تروریستی یک کار فوق‌العاده دقیق و برنامه ریزی شده بوده. در این مورد چی آقای دکتر نظرتون، و این جریانات به کجا میانجامه؟ واقعا این روزها ما در آلمان، در انگلیس، در هلند، در شهرهای مختلف کشورهای اروپایی شاهد این گرفتاری ها و این جنایت ها هستیم. اولا من فکر میکنم به گمان من از منظری این حمله از سپتامبر 11 حمله بدتر و مهمتری است. سپتامبر 11 خب 3000 نفر بیگناه کشته شدن، دو ساختمون مهم، سه ساختمون مهم آمریکا مورد حمله قرار گرفت، ولی اون از جنس همون فعالیت‌های تروریستی است که انسان‌های بیگناه رو در یه جایی بکشند و از این طریق خبرساز بشن و از این طریق سعی کنند به قول خودشون پیام خودشون رو به جهان برسونن. ولی این بار ما با یه به گمان من پدیده اندکی متفاوت روبرو هستیم، گرچه تازه نیست، حالا خواهم گفت چرا به گمان من تازه نیست، ولی ابعادش ابعاد تازه است و خطرناک است، و اون این است که مفهوم آزادی رسانه، مفهوم طنز، آزادی طنزنویس در کشورهای خارج از بیرق اسلام توسط اسلامیون مورد هجم قرار گرفته، مقول خودشون حجم قرار گرفته. یعنی اون فضای خفقان و تروری که در کشورهای اسلامی حاکم کردن، اون منع آزادی برای بحث در مورد بسیاری مسائل که در کشورهای اسلامی حاکم کردن، اینا دارن تسلی میدن به همه جهان، یعنی دارن سعی میکنن جهانیش بکنن، یعنی دارن سعی میکنن سانسور رو، خودسانسوری رو، واهمه از بحث ها رو نه تنها در چارچوب کشورهای اسلامی بلکه در همه جهان گسترش بدن، و این به گمان من خیلی پدیده خطرناکی است. من فکر میکنم یکی از همکاران ما که در سالی 3-4 ماه در استنفورد، بقیه دوران در آکسفورد، تیموتی گارتون اش که گهگاه کیهان هم بهش فوش و حمله میکنه، یه مقاله خیلی جالبی امروز در گاردین نوشته و به نظر من حرفش کاملا درسته. میگه که اگر مطبوعات آزاد غرب نخوان به این دام سانسور و این دام خفقانی که افراطیون اسلامی میخوان ایجاد بکنن بیفتن، باید در همین هفته هر نشریه و هر مطبوعاتی در هر جای جهان آزاد که هست کارتون های این مجله رو چاپ بکنه، مطالب این مجله رو بازپخش بشه و بازپخش بکنه، و به این قطعان طریق و به این قاتلین واقعا سنگدل که با یه سنگدلی عجیبی کار کردن، همونطور که میگید با نظم عجیبی کار کردن، رفتن دقیقا میدونستن کیا رو میخوان بکشن، یکی یکی صدا میکردن و به شیوه اعدام میکشتنشون، برای اینکه این باب بسته بشه،
برای اینکه این قطعان طریق بفهمن که اگر به این کار برن، در این جهت برن، اون مطالبی که سعی کردن خفقانش با از طریق خفقان محدود نگرش دارن یا مسدودش بکنن، گسترش جهانی پیدا خواهد کرد. این مطلبی است که گارتنرش می‌نویسه و من واقعا فکر میکنم باید یه چنین سیاستی اتخاذ بشه. مطبوعات جهان بایستی یک پا وایستن در کنار کارتون کشان درجه یک فرانسه، سه تا از برجسته ترینشون در این عمل کشته شدن، و اگر کسی مقاومت نکنه گام بعدی همون خودسانسوری است، گام بعدی خفقان، گام بعدی اجباری کردن حجاب برای زنان در این کشور هاست. الان میبینیم که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که قانون حجاب رو از مرزهای ایران هم فراتر بده، تعمیمش بده. کسانی که در اینجا مثلا ممکنه بدون حجاب این بر اون بر برن، اگر شناختش شده باشن در ایران مورد حمله و ضرب و گاه شد قرار میگیرن. باید این کار به گمان من متوقف بشه، باید این امر جا بیفته که در کشورهای آزاد قوانین آزاد حاکمه و یه طنزنویس همونقدر حق داره که از حضرت مسیح طنز بکشه که حق داره از حضرت محمد طنز بکشه. اینکه بگی شما حق دارید از موسی و عیسی و ابراهیم و لینکلن طنز دلتون میخواد بکشید ولی به قدسیات ما کار نداشته باشید، این قابل پذیرش به گمان من نیست و باب بسیار بسیار خطرناکیه. من واقعا دو روز خیلی خیلی متاثر شدم از این بلایی که بر سر این مجله آمده و این کشتار بی‌رحمانه‌ای که شده و بر این افقی که اینها دارند سعی میکنن باز بکنن. به یه روایتی تازه نیست گفتم، برای اینکه آیت الله خمینی اولین فتوا از نوع خودش رو در این زمینه داد وقتی که علیه سلمان رشدی فتوا صادر کرد. در واقع بنای این کشتار ادامه همون تفکری که به خودش اجازه میده در قم یا در تهران بشینه و علیه جان یک نویسنده شهروند یک کشور دیگری که کتابی در یک کشور دیگری چاپ کرده فتوا صادر بکنه و حکم قتلش رو صادر بکنه و حتی جایزه براش تعیین بکنه. این به نوعی از همون مقوله است. حتما می‌بینید که اسم یکی از اینها سردبیر مجله در لیست 12 نفره‌ای بوده که حکم قتلشون رو گروه القاعده یمن صادر کرده، در یه مجله عکس اینها رو انداخته، عکس 12 نفر رو انداخته که یکی از اینها سردبیر این مجله بوده و گفته ما اینها رو میکشیم. اینها همه از یک مقوله هستند، از جنس یک نوع تفکر هستند که به خودش حق میده در یک گوشه از جهان بنشینه و برای همه جهان تعیین تکلیف بکنه. و نه تنها برای همه جهان تعیین تکلیف بکنه، شما میتونید بشینید در قم یا هر جای دیگه هر چی دلتون میخواد بگید در مورد جهان، ولی اینکه بعد آدم بفرستید، پول تعیین بکنید، جایزه تعیین بکنید، تروریست بفرستید، اینها به گمان من باب خطرناکی است که یه دور باطلی رو دامن خواهد زد. حالا 3 مسجد در فرانسه متاسفانه مورد حمله قرار گرفته، 3 مسجد در سوئد مورد حمله قرار گرفته. هر حمله ای رادیکال های افراطی اسلام ستیز و رادیکال های اسلامی رو تحریک میکنه، امکان یارگیری براشون میده و دوباره این دور باطل هی تکرار و تکرار میشه تا اینکه به مرحله واقعا خطرناکی جهان خواهد رسید. خیلی ممنونم آقای دکتر میلانی. در رابطه با نکته ای که اشاره کردید، برای اینکه واقعا با این نوع کارها مبارزه بشه، امروز من خبرها رو نگاه میکردم، تقریبا کلیه نشریات معتبر اروپایی دارن این کاریکاتورها رو چاپ میکنن دوباره و حتی بی بی سی جهانی، بی بی سی ورلد هم اینا رو به کرات توی
صحبت هایی که میشه توسط برنامه سازای مختلف و خبرها پخش میکنه این رو. و این همونطوری که گفتید مسئله ای است که واقعا داره به جایی میرسه که عده زیادی احساس خطر میکنن که حتی مسائل خیلی جزئی رو که در کشورهای دیگه خیلی ساده راجب مقدسات خودشون، راجب کسانی که ادیان دیگه رو احترام میگذارن، اونها هم ما میبینیم سالها بوده و چنین عکس العمل هایی رو ندیدیم. ولی اونچه که مسلمه آقای دکتر، این داستانی که امروز پیش آمده و یک چنین انعکاسی داشته، چطور هست که وقتی به صورت دیگری دکتر بختیار به قتل میرسه به دستور یک رژیمی که شناخته شده هست و معلوم هست که این دستور از کجا آمده، یا دیگرانی که عرض کنم حضورتون در داخل کشور به بدترین صورتها به قتل رسیدن، چطوره که انعکاس این اون مسائل و اون کشتارها به صورتی که امروز مشاهدش هستیم مشاهده نمیشه؟ من فکر میکنم متاسفانه عوامل متعددی کمک میکنه به اینکه خطر رو بعضی از کشورها، بعضی از مردم فقط وقتی لمس میکنن که در خانه خودشون میزنه. وقتی که میان به قول اون داستان معروفی که در مورد آلمان میگن، وقتی که میان اول کمونیست‌ها رو میگیرن همه میگن خب اینا دارن کمونیست‌ها رو میگیرن، بعد میان مقوله دوم رو میگیرن همه میگن نه اینا حالا فعلا با ما کار ندارن، با اونا کار دارن. ولی پایان کار این است که وقتی شما آغاز کردید با داغ و درفش، آغاز کردید که به خودتون حق بدید تروریست بفرستید در پاریس بختیار رو بکشه، یا در آلمان مخالفین رژیم رو بکشه، یا فتوا بدید علیه سلمان رشدی، یا فتواهای دیگری بدید، وقتی که در داخل ایران فروهرها رو علیه کسروی، از کسروی رو میرید تیکه تیکه میکنید و بعد قاتلش رو به عنوان قهرمان ازش یاد میکنید، وقتی که نخست وزیر رسمی مملکت رو رزمارا رو به قتل میرسونید با فتوای محرمانه یک آخوندی و بعد قهرمان قاتلش رو، تروریست قاتل رزمارا رو به عنوان قهرمان ملی ستایش ازش میکنید، وقتی نواب صفوی رو که باعث بانی این ترورها هست و به صراحت میگه، شما برید مانیفست نواب صفوی رو بخونید، نواب صفوی به صراحت میگه که ما باید هر کسی در هر جایی علیه اسلام حرف میزنه ما بریم خفش بکنیم، صداشو خفش بکنیم، برای اینکه اینا بفهمن ما تحمل نخواهیم کرد. خب این اساس همین فکری است که الان نتیجهش به اینجا رسیده و کمتر با این نوع تفکر برخورد جدی شده. غربی ها هم متاسفانه به خصوص مدافعان حقوق بشر در غرب، چپی ها، لیبرال ها در غرب، از بیم اینکه مبادا به دام اسلام حراسی به قول معروف بیفتن، از انتقاد کافی از این نوع گرایش ها احتراز داشتن، برای اینکه خط بین اسلام حراسی و اسلام ستیزی و نقد درست حسابی از جاهایی که باید نقد کرد در روایت افراطی از اسلام مرز بسیار باریکی است. یعنی خیلی به راحتی ممکن آدم به دام یکی از این دو قطب افراطی بیفته، یعنی یا اعتراض بکنه از نقد اونچنان که باید، نقد جدی اساسی ریشه‌ای، حرف حق رو بزنه، بگه که روایات دیگری هم از اسلام هست ولی این روایت روایت محکومی است، این روایت روایتی است که با اساس دموکراسی، با اساس تمدن قرن 21، با اساس آزادی های انسانی تعارض داره. حفظ این مرز کار دشواری در غرب بوده، ولی وقتی که یک فاجعه به این شکل صورت میگیره و عده‌ای میان و در فرانسه که واقعا سنت طنز سیاسی، سنت بسیار مهمی است، اونو مورد حمله قرار میدن، خب
فرانسوی ها بالاخره متوجه میشن، یعنی لیبرال های فرانسوی، معتدلین فرانسوی، کپی های فرانسوی متوجه میشن که باید اینجا دیگه جاییست که بایستی وایساد. مسئله فقط دعوای بین رژیم و بختیار نیست، مسئله فقط دعوای بین رژیم و سلمان رشدی به هر دلیلی نیست، مسئله حفظ آزادی هایی است که یک دموکراسی به خاطر اونها به خودش میباله و دی الان در گوش و کنار جهان به خودشون این حق رو میدن که بیان و این آزادی ها رو در اون کشورهایی که مسلمان ها دارن در زندگی میکنن به خطر بیندازن. و میدونید مسئله ابعاد خیلی خیلی جدی داره، مسئله شوخی نیست، برای اینکه من ارقامش رو میخوندم تا 2025 فکر میکنم چیزی نزدیک به 60 میلیون مسلمان در اروپا خواهد بود، چیزی بالای 6 میلیون مسلمان در آمریکا خواهد بود، بالای 1 میلیارد مسلمان در آسیا خواهد بود. 0.1% اینها هم اگر به این افکار رادیکال پابند باشن اصلا شیرازه جوامع رو میتونن هم بپاشن، برای اینکه کافی این حملات این اقلیت افراطی بسیار 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 کوچک، کافی است 20 نفر از این برادران جانی دوباره سعی کنند کارهای مشابهی انجام بدن و دیگه در فرانسه جلوی خانم لوپن رو فکر نمی کنم کسی بتونه بگیره، گروه افراطی دست راستی که میخواد مهاجرت رو در اونجا قطع بکنه، میخواد مسلمان ها رو از اونجا اخراج بکنه. در انگلستان شاهد قدرت گرفتن جریان های افراطی ضد مهاجرین هستیم. خب اگه اینا تصمیم بگیرن این 60 میلیون رو، این 40 میلیونی که الان، 40 چند میلیونی که الان اونجا هست، از اونجا بیرون بکنن، چی میشه؟ اینا کجا خواهند رفت؟ اصلا وضع اقتصادی این کشورهایی که اینا رو بخوام بیرون بکنن چی میشه؟ آیا اصلا متصور هست اگر قرار بمونن به چه شکلی میتونن بمونن؟ یعنی اینها مسائلی است که به گمان من این اقلیت افراطی اسلامگرا آلمان آمدن برای برهم زدن این فضا و بازی و اساس و ساختار، این کارهای واقعا شنی رو انجام میدن. آقای دکتر میلانی، عده‌ای معتقدن که این مسئله آزادی و اونچه که در کشورهای پیشرفته شناخته شده و جا افتاده هست موجب شده که مثلا این گروه ها بتونن برن خیابان های شهرهای مختلف آلمان رو بند بیارن، در پاریس، در نیویورک نماز بخونن توی خیابون و تظاهرات این چنینی داشته باشن. و باز عده ای نظرشون این هست که فرانسه داره باهای بالاخره به این نتیجه رسیده با این جنایتی که اتفاق افتاده که پناه دادن به شخصی مثل آیت الله خمینی و اون کمکی که به او شد و او رو با اون سلام و صلوات به ایران فرستادن، نتیجهش امروز دیده میشه در خود کشور فرانسه و تقریبا در سراسر جهان. آقای دکتر، مسافرتی داشتم 3 یا 4 سال پیش به هلند، به آمستردام رفته بودم، توی خیابونا شما افراد زنانی رو که حجاب داشتن و افراد ریشور همراه اونها زیاد، یعنی تقریبا میشه گفت که 50% افرادی که در خیابونا را میرفتن اینها بودن. کسبه اکثرا از کشورهای خاورمیانه و کشورهای دیگه بودن، توی قسمتهایی که فروشگاه ها بود. این رو و این خطر رو یه عده دارن مطرح میکنن، همونطور که اشاره کردید کافیه که یک گروه کوچکی از اینها، کسانی که دنیا آمدن، این دوتا برادر در فرانسه دنیا آمدن و سیتیزن فرانسه هستن و الان تعداد افراد جوانایی که جذب میشن به داعش و القاعده و نظائر اون از کشورهای اروپایی، آمارهای خیلی حیرت انگیز و تکان دهنده است. آیا واقعا میشه فکری کرد، کاری کرد که جلوی این روندی رو که پیش آمده گرفت، با توجه به این که خب این کشورها
آزادی و دموکراسی رو سرلوحه کارشون برای سالیان قرار دادن و نمیتونن طور دیگه ای عمل بکنن. چه راه چاره ای هست به نظر جناب عالی؟ به نظر من تنها راهش ادامه و بست آزادی است، نه محدود کردن آزادی. من فکر میکنم مسلمان ها حق دارند در کشورهای غربی به آزادی زندگی کنند. حق ندارن قوانین اونجا رو بشکنن، حق ندارن زنشون رو بزنن چون میگن در محله ما، در کشور ما حق زدن زن داریم. حق ندارن ختنه دخترها بکنن برای اینکه بگن این برنامه محلی ماست. نه، در آمریکا این غیر قانونی است، در اروپا غیر قانونی است و شما حق ندارید. حق دارید در اینجا زندگی بکنید. اگه میخواید حجابتون رو در چارچوب اون چیزی که قانون اجازه میده رعایت بکنید، رعایت بکنید. آزادی هایی که مسلمان ها در غرب دارن، مسلمان ها در ایران ندارن. بله. اهل تسنن در ایران از آزادی هایی که مسلمان ها، چه سنی، چه شیعه، چه اسماعیلی در اروپا برخوردارند، برخوردار نیستن. کجای ایران مسیحی ها، حالا مسیحی ها رو میگم نه بهایی ها، برای اینکه به گمان من بهایی ها باید همونقدر حق داشته باشن که مسیحی ها دارن، ولی مسیحی هایی که به قول اهل تشیع و اهل تسنن، اینها اهل کتاب هستن، در کتاب قرآن ازشون به نیکی یاد شده، حضرت مسیح، حضرت مریم ازشون به نیکی یاد شده، کجا اینا حق دارن در ایران کلیسای خودشون رو داشته باشن و تبلیغ آزادانه بکنن؟ تبلیغ بکنن، برن در مدارس برای خودشون، تو انگلستان مدارس خاص خودشون رو دارن را میندازن و در مدارس خاص خودشون میتونن درسای اسلامی رو هم بدن. آیا در ایران کسی مجاز این کار رو انجام بده؟ آیا در ایران کسی میتونه تبلیغ مسیحیت بکنه؟ میبینیم چند نفر الان در زندان هم به خاطر اینکه تبلیغ مسیحیت کردن. از این آزادی ها خب در غرب دارن اینها به خصوص اون اقلیت متشکل سوء استفاده میکنن. راه مبارزه باش به گمان من محدود کردن آزادی ها نیست، راهش بست آزادی هاست. همونطوری که خود شما اشاره کردید، اگر اینا بفهمند که با زدن یه مجله اصل آزادی رو نمیتونن محدود بکنن و نمیتونن مردم رو به ارعاب بکشونن و نظر از این طریق جلوی پخش کاریکاتورهایی که به گمان خودشون کاریکاتورهای اهانت آمیز بگیرن، این پدیده فرجام میرسه. برای اینکه هدف اینها ایجاد ارعابه، هدف اینها ایجاد فضای تروره و اگر ببینن فضای ترور ایجاد نمیشه، بعد از این مدتی به نظر من پی کار خودشون میرن. به علاوه مسلمون ها، رهبران فکری جامعه اسلامی اروپا، آمریکا، در دیگر کشورها، اونها هستن که باید در این حال به این نبردی که بین آزادی و ترور ایجاد شده بپیوندن و با قاطعیت، نه به شکل کجدار و مریض اونجوری که سخنگوی وزارت امور خارجه محکوم کرده. این محکوم کردن پذیرفتنی نیست، این که بگیم ما این ترور رو محکوم میکنیم ولی اونها هم باید رعایت بکنند، به مقدسات ما بی احترامی نکنن، این کجدار و مریضه. محکوم کردن یعنی بگید ما محکوم میکنیم و به هیچ وجه در هیچ شرایطی اجازه نمیدیم، فکر نمیکنیم که از طریق ترور میشه جلوی این کارها رو گرفت، از طریق بحث میشه جلوی این کارها رو گرفت. اگر شما فکر میکنید اون کاریکاتور کاریکاتور زشتیه یا کاریکاتوری است که اهانت میکنه یا کاریکاتوری است که تاریخ اسلام رو درست منعکس نمیکنه، همونطوری که مسیحی‌ها باش مبارزه میکنن، همونطوری که یهودی‌ها باش مبارزه میکنن. این مجله علیه یهودی ها مطلب نوشته، علیه دوگل مطلب نوشته، علیه پاپ مطلب نوشته، علیه عیسی مسیح مطلب نوشته. بقیه این ادیان که نمیان ترور بکنن، بقیه ادیان میان از طریق اقناع، از طریق بحث، از طریق رسانه های خودشون، رسانه های خودشون، از طریق مطبوعات خودشون، حتی از طریق قانونی برن ببرشون دادگاه. بله. بگید که این خلاف واقع، این تحریک به
تفکر نژادی، هر چی قوانینی در فرانسه هست که جلوی اجازه میده شما با اینها در چارچوب قانون فعالیت بکنید. اینکه بگید ما محکوم میکنیم ولی به مقدسات ما هم اهانت نکنید، این باب رو باز میذاره برای اینکه فردا دوباره یک کسی دیگری بیاد یه جای دیگری رو علم بکنه. مقدسات شما در ایران با مقدسات خانواده سعود و وهابیا در عربستان سعودی و خانواده حاکم بر قطر و خانواده های اسلامی در اندونزی که یکی نیست. بله. مطبوعات غربی که نمیتونن قبل از چاپ هر چیزی نگران این باشن که فلان مفتی در الجزیره حالا فتوا به قتل نویسنده الجزیره میده یا نمیده. باید اصل رو بر این بذاریم که این نوع فتوا دادن، این نوع تهدید، این نوع ترور خلاف نه تنها عرف بلکه خلاف تصور شماها از اسلام هم هست. تا اون حرف رو به قاطعیت نزنن باب این مسائل گشوده متاسفانه خواهد موند و دامن همه رو خواهد گرفت. برای اینکه اگر این فضا، اگر جریانات دست راستی در غرب اوج بگیره، این به نفع نه مسلمی نیست که در اونجا زندگی میکنن، نه به نفع کشورهای اسلامی است. یعنی باید اونها هم متوجه این خطر باشن. من گمانم این است که تنها راهش، واقعا تنها راه مبارزه با این نوع افکار و این نوع سلوک، ادامه آزادی، دفاع از این افراد، دفاع از این مفهوم که یک طنز نویس فرانسوی حق داره همونقدر در مورد اسلام نظر بده در چارچوب قانون، که حق داره در مورد بهائیت نظر بده، حق داره در مورد مسیحیت نظر بده، در مورد یهودیت نظر بده، در مورد مارکسیسم نظر بده. این مجله ایست که پدر صاحب بچه دو گل رو در آورده، علی دو گل یه شماره ویژه در آورده. یعنی براشون اصل طنزه. خب این اصل رو بایستی به گمان من ازش دفاع کرد، چون اگر یک سنگر عقب بشینید اونها سه سنگر دیگر جلو خواهند اومد. حالا یه فتوا دادن علیه یه نویسنده الجزایری به خاطر اینکه در یه مصاحبه نظراتی گفته که به گمان یک مفتی در الجزیره، مفتی سلفی الجزیره، سب اهانت آمیز اسلام بوده، و حالا به فتوا به قتل اون دادن. فردا یه فتوای دیگه به قتل گلشیفته فراهانی میدن که لخت شده، پس فردا یکی به فتوا میدن به فلان کس به خاطر اینکه بدون حجاب در مراسم اسکار ظاهر شده. یعنی حد یقفی نداره. اگر این اصل رو محکوم نکنیم که وقتی در یک جامعه لیبرال دموکراتیک زندگی میکنید، حق ندارید معیارهای خصوصی خودتون رو بر جامعه حاکم بکنید. شما هستید که بایستی با معیارهای لیبرال دموکراسی همسو بشید و همساز بشید، و اگر هم اعتراضی دارید که حقتون رو داشته باشید. و این حقی است که در بسیاری از کشورهای اسلامی بر خود شما به عنوان مسلمان هم دریغ میشه، ولی در جوامع لیبرال دموکراسی این حق به شما داده میشه که اگر از معترض هستید از طرق قانونی با این اهانتی که به گمانتون شده، با این تحریف تاریخی که به گمانتون شده، در چارچوب قانون مبارزه کنید. حق دارید مجله رو تحریم بکنید، حق دارید شرکت هایی که در اون مجله تبلیغ میکنن تحریم بکنید. همه اینها حقای قانونی شما هست، ولی مطلقا حق ندارید فتوا علیه نویسنده صادر کنید، مطلقا حق ندارید خشونت استفاده بکنید. بحث با طنز از طریق کلام، نه از طریق گلوله. آقای دکتر میلانی خیلی ممنونم. چند لحظه میریم و برمیگردیم. من صحبتم با جناب علی ادامه میدم، سوالات زیادی دارم و وقت بسیار محدود. در رابطه با اون نکته ای رو که اشاره کردید، جالبه که کسانی که به ایران میرن، حالا از هر طایفه و هر عقیده ای، باید با قوانین ایران عمل بکنن. یعنی خانم هایی که به ایران میرن
ممکنه مسیحی باشن، ممکنه یهودی باشن، ممکنه اصلا اهل حجاب نباشن، ولی از در که وارد میشن به فرودگاه تهران که میرسن یا شهرهای دیگه باید محجبه بشن. با اجازتون چند لحظه میریم و برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدیم. بینندگان گرامی، صحبتم رو با آقای دکتر عباس میلانی ادامه میدم و فرصت برنامه اینقدر کوتاهه که واقعا اونطوری که دلم میخواد نمیتونم تمام سوالاتی رو که از قبل تو ذهنم هست با ایشون در میون بگذارم. ایشون و سایر مهمانان ارجمند برنامه که به مدیریت تلویزیون قول داده که برنامه گلگشت رو دو بار در هفته بکنه که امیدوارم این قولی که دادن عمل بشه و ما بتونیم از حضور شخصیت‌های مثل آقای دکتر میلانی و سایر فرهیختگان بیشتر استفاده بکنیم از و بیاموزیم. آقای دکتر میلانی، همونطور که اشاره کردم خیلی وقتمون کوتاهه و من سوالات زیادی دارم. شروع میکنم از فعالیتی که من به یاد میارم از چندین سال پیش شروع شد در استنفورد، یعنی در منطقه‌ای که جناب عالی هستید، در کالیفرنیا، شمال کالیفرنیا، و بورسی رو خانم حریری شروع کردن که امروز فکر میکنم که خیلی میدان این دادن این بورس ها وسیع تر شده. چه مژده‌ای دارید برای هموطنان جوان و مستعد ما که نمیتونن، به ذات مالی ندارن، امکانی ندارن که ادامه بدن به تحصیلات عالیش؟ خواهش میکنم، همطور که فرمودید الان دوباره اون فرصتی است که دانشجویان ایرانی اصلی که واجد شرایط هستند میتونن تقاضا بدن برای این بورس. این بورس همطوری که قبلا هم شما داد کردید در برنامه، چندین بار در موردش صحبت کردیم، به دانشجویان تخصص تعلق میگیره که چند شرط رو دارا باشن. یکی همطوری که عرض کردم باید ایرانی لحظ باشن، باید به مسائل فرهنگ و زبان فارسی علاقه داشتن، نشون داده باشن، باید در یه دانشگاه 4 ساله در آمریکا، متاسفانه در خارج از آمریکا نمیتونیم این کار رو بکنیم، قبولی داشته باشن، باید معدلشون 3.5 از 4 باشه و باید نیاز مالی داشته باشن. اگر این شروط رو داشته باشن میتونن به این سایت، این بنیاد ISF Iranian Scholarship Foundation ISF.org مراجعه کنن. اونجا از طریق همون سایت میتونن پرسشنامه های لازم رو پر بکنن. اگر شرایط رو داشته باشن تا $10,000 در سال قابل تمدید برای 4 سال دوره لیسانس، این به برترین دانشجویان تعلق میگیره. این بورسیست که تمام ایرانیان این منطقه سعی در ادامهش دارن. خانم حریری نقش بسیار بسیار اساسی داشتن در این که این سالها این ادامه پیدا بکنه و دانشجویان واجد شرایط هرگز ما دست رد بهشون نزنیم. در این سالها واقعا دانشجویان درجه یکی از این طریق تونستن کارشون رو در دانشگاه ها ادامه بدن. الان نسل اول برندگان این بورس به مراحل فارغ التحصیلی رسیدن، یکی دکتر شده، یکی از همین دانشگاه استنفورد وکیل شده و امید ما این هست که اینها برگردن و از طریق کمک بیشتر به این بنیاد این امکان رو فراهم کنن که ما برای تعداد هرچی بیشتری از دانشجویان واجد شرایط که واقعا تعدادشون هم در آمریکا بسیار بسیار زیاده، این امکان رو فراهم بکنیم که با مزیقه کمتری و با فشار کمتری فعالیت‌های دانشگاهی خودشون رو دنبال کنن. خیلی ممنونم آقای دکتر میلانی، شما نقش بسیار مهمی در این رابطه داشتید، کمک هایی که کردید. آدرس وبسایتی که باید برن www.isf فرمودید، بله، فرانک، بله، .org. آقای دکتر میلانی، فعالیت های به اصطلاح دیگری رو که در استنفورد هست، یکی این که
آیا این بوستی ها در استنفورد به تحصیلاتشون ادامه میدن یا دانشگاه های مختلف امریکا میتونن باشن؟ نه خیر، هر دانشگاهی در 4 ساله در آمریکا اینها قبولی داشته باشن میتونن تقاضا بدن. طبعا هرچی دانشگاه چون متقاضی معمولا زیاد هست، ما بهترین و واجد شرایط ترین رو، یعنی بهترین دانشجو رو و اون که بیش از همه به این شروط میخوره، این شروط چندگانه ای که عرض کردم، یعنی کار کرده در زمینه فرهنگ ایران، نیاز مالیش مسجل هست، به اونها میدیم. ورود به استنفورد به هیچ وجه شرط برای دریافت این بورس نیست، اصلا ربطی به دانشگاه استنفورد نداره. تنها ربطش این است که من و یکی دیگه از دوستان عزیزم آقای دکتر تبریزی در هیئت انتخاب کنندگان بورسیا هستیم که ایشون هم در استنفورد تدریس میکنن، ما 2 نفر هستیم، هیچ ربطی دیگری به استنفورد ندارد. و من باید اضافه بکنم به فرمایشات آقای دکتر میلانی که خواهش میکنیم، چون در گذشته این اتفاق افتاده، توضیحاتی که آقای دکتر میلانی دادن کاملا دقت بکنید بهش که واقعا وقت ایشون و دیگران گرفته نشه برای کسانی که ممکنه که واجد شرایط نباشن و بخوان فکر بکنن که میتونن توی این برنامه شرکت بکنن. آقای دکتر، فعالیت های دیگه ای که الان در پیش هست در استنفورد با همت شما و عده زیادی که واقعا از هموطنان ما که واقعا حمایت میکنن از این برنامه ها، چه برنامه هایی در پیش هست و چه روزهایی، تاریخش اگه ممکنه اعلام بفرمایید اگر برنامه هست؟ ما در برای ترم همین دیروز دانشگاه شروع شد 9 برنامه مختلف داریم، یعنی تقریبا هر هفته یه برنامه داریم. برنامه اولش همین سه‌شنبه است، خانم نغمه سمینی که از نمایشنامه‌نویسان بسیار برجسته زن ایران هستن در دانشگاه تهران تدریس میکنن، در دانشگاه ما به زبان انگلیسی سخنرانی خواهند داشت سه‌شنبه در مورد ذهن و بدن زن آنچنان که در نمایش های ایران منعکسه. ولی مهمترین برنامه این ترممون هم از بابت مقداری که برای تمرین در این جهت گذاشته شده، هم به لحاظ اهمیت کار و هم به لحاظ تعداد کسانی که درگیرش هستند، نمایشی است از آقای بیزایی، نمایشی است که هرگز اجرا نشده به اسم کارنامه اردبیلاف. این بازنویسی و بازآفرینی یک نمایشی است در واقع 3 پرده عمده، پرده دوزخ و برزخ و بهشت، اردبیلافنامی که از موبدان زرتشتی است، به جهان دیگر سفر میکنه که خبر بیاره از اون جهان که چه خبره، در دوزخ چه میگذره، در برزخ چه میگذره، در بهشت چه میگذره. نمایش بقایت زیبایی است، من اون وقت داشتم که نمایشم رو بخونم و هم تمرین هاشو ببینم. الان یک گروه 22-23 نفره هستن که 4 ماه تمرین دارن میکنن، هفته حدود 20-25 ساعت با یک مهر و دلبستگی شگفت‌انگیزی برای اینکه این کار به وجه احسن روی صحنه بیاد. آقای بیزایی هم نویسنده اون نمایش هستن، هم کارگردانش خواهند بود. خانم شمسایی که از بازیگران قدر تئاتر هستند، آقای هاشمی از بازیگران بسیار شناخته شده و قدر و نمایش نامه نویس، آقای حاتفی از بازیگران بسیار شناخته شده ایران، اینها در کنار یک گروه 18-19 نفره از بازیگرانی که چه در تئاترهای محلی ایرانی فعالیت داشتن چه برای اولین بار دارند بازی میکنند، الان با یک کوشش و علاقه شگفت‌انگیزی، اونطوری که عرض کردم، 4 ماهی است دارن تمرین میکنن. این نمایش 2 روز رو صحنه خواهد رفت، شنبه و یک شنبه 2 هفته آینده. بلیت رو میتونید از طریق استنفورد تیکت آفیس تهیه بکنید. من هفته پیش نگاه کردم، هنوز بلیت های باقی است ولی تعدادش خیلی زیاد نیست و چون
تکرار نمیشه. اگر میخواهید ببینید، دوستانی که در اینجا هستند یا در کالیفرنیا هستند، من میدونم که از جاهای دیگه هم دارن ادعیم میان، باید هر چه زودتر اقدام بکنید. واقعا یک پدیده به گمان من تاریخی بسیار مهمی است که کسی مثل بیضایی چنین نمایشی رو بتونه در کالیفرنیا رو صحنه ببره. من فکر میکنم شما لطف دارید این دوستانی که مثل حمید و کریستینا مقدم، مثل بیتا دریابایی، مثل برادران تسلیمی که از طریق بنیاد بنانی به ما کمک کردن که این فستیوال ایرانیان هنر ایران رو راه بندازیم، واقعا این نشون دهنده این تراوتی است که در فرهنگ مهاجرت وجود داره. و در این کار ما الان مثلا در همین 3 سال اخیر تونستیم 4 تا نمایش بهرام بیضایی رو رو صحنه ببریم. یکیش نمایش شگفت‌انگیز جانا و بلادور بود که سایه بازی است و به قول خود بیضایی 700 ساله در ایران این سنت از طرف روحانیون افراطی 700 سال پیش تحریف شد، من شد اونو ما تونستیم ببریم صحنه و به زودی نوارش رو برای اتیاق در اختیار همگان قرار خواهیم داد. این نمایشش رو این دفعه داریم روی صحنه میبریم که هر دوی اینها نمایش های اجرا نشده بود و اگر این کار رو تونستیم بکنیم به خاطر حمایت این دوستانی است که گفتم، دوستانی است که با شرکت در این مراسم، با شرکت در این برنامه ها از جان دل مایه میذارن و دوستان پرمهری مثل شما که کمک میکنن ما خبر این برنامه ها رو به جامعه ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج برسونیم. آقای دکتر میلانی بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم دوستانی که علاقمندن به برنامه های هنری، برنامه های فرهنگی استنفورد رو با همت، که با همت آقای دکتر میلانی و شخصیت هایی که نام بردن اونجا اجرا میشه و به اصطلاح ادامه داره این کارها، در وبسایت ایرانیان استادی استنفورد بتونن ببینن. آقای دکتر تمام برنامه بعد از اجرا میره به این وبسایت و اونجا همه برنامه های ما رو یا نوار صوتیش یا اغلب نوار تصویریش میره رو صحنه. ما یه آخرین برنامه ترم اخیرمون در بزرگداشت خانم سیمین بهبهانی بود که نوار اون تا یه چند روز دیگه رو صحنه خواهد رفت. اون نوار هم صوتی است هم تصویری است. بقیه برنامه ها اونم هست. واقعا بدون اغراق شاید 100 تا برنامه بسیار بسیار جالب از بعضی از مهمترین نویسندگان و محققین و شعرا و موسیقیدان، از استاد شجریان بگیرید تا سیمین بهبهانی، از ایرج پزشکزاد بگیرید تا گلی ترقی، اینها همه برنامه ها رو سایت های ما هست. آقای دکتر خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم اگه فرصتی داشته باشید هفته آینده پنجشنبه این لطف رو بکنید با هم دیگه باشیم که ادامه سوالات من مطرح بشه. باتون در تماس خواهم بود. حتما دیگه در خدمت شما. قربون شما. بینندگان گرامی، برنامه امروز گلگشت در اینجا به پایان میرسه. با تشکر از اینکه بیننده این برنامه بودید، بهترین ها رو برای کشورمون و برای تک تک شما آرزو میکنم و تشکر میکنم از امیر درخشان که مثل همیشه کارهای فنی برنامه رو به عهده داشت و با مشکلاتی که بود به هر حال کار رو به انجام رسوند. روز و روزگار به شما خوش.